بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله دل و جانتون در این روزهای سرد زمستان بهاری و سبز باشه. با احترام با افتخار امروز هم مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم و در محضر حاجی کاشانی عزیز. سلام، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم پر توفیق و خوشروزی باشن انشاءالله. به تعبیر حاجی های عابدینی، اذن میگیریم از امیرالمؤمنین که انشاءالله وارد تاریخشون بشیم و مرور بکنیم بقایای صفین رو. به بحث تحمیل حکمیت و حکم رسیده بودیم و نکته های امروز رو باز هم از زبان شما خواهم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اون ماجرای بسیار غریبانه حکمیت و عباراتی که گفتیم. بحث رسید به اونجایی که دو سپاه آماده شدن برای اینکه یک قرارداد توافقنامه‌ای برای حکمیت بنویسن، ولی یه نکته‌ای که بسیار به نظر خودم مهمه مونده که از یه زاویه دیگه ایرم بحث رو یه چند دقیقه ببینیم. یه بحثی داشتیم ما به اسم جنگ روایت‌ها، که این در واقع صفحه به صفحه تاریخ، لحظه به لحظه تاریخ، هر جایی که حب و بغضی بوده، گروه‌های مختلف تلاش کردند که حقایق رو به سمت خودشون خلاصه سوق بدن و ازش استفاده کنن و به نفع خودشون مسئله رو تمام کنن. یکی از چیزهایی که خیلی جالبه و تعجب انگیزم هست، تأسف آورم هست، این متنی مختصری که میخوام روز بخونم، این متنی که برای شما میخونم کتابی است به نام مناقب الائمه الاربعه، که برای یکی از مهمترین محققان متکلم جهان اسلام به اسم قاضی باقلانی هست. صفحه 126 یه دو سه صفحه مطلب راجع به صفین، چند صفحه داره، دو سه صفحه شما میخوام اشاره کنم. خیلی عجیبه. وقتی ما در ماجرای حکمیت رسیدیم به این که عمار کشته شد و شهادت عمار برای تمام جهان اسلام مثل روز روشن شد، همه مصادر آوردن، من یادم نمیاد شخصیت قابل ملاحظه‌ای در بین تمام مسلمین که بگه ماجرای حدیث عمار و اینکه رسول خدا در اون فتنه بزرگ چگونه حق رو روشن کردن شک کرده باشه. بنده خاطرم نمیاد کسی رد کرده باشه یا شک کرده باشه. پس حق روشن شد. گفتیم حدیث شهادت عمار سند حقانیت امیرالمؤمنین بوده. و اینم فقط ما شیعیان نمیگیم، شیخ الاسلام بر شخصیت برجسته به اسم ابن حجر عسقلانی، او هم عین ما همین حرفو میزنه. این جزء موارد اتفاقا توافقی فرق مختلفه. ولی اگر کسی بخواد حقیقت رو نپذیره، این طور میشه که جناب باقلانی نخواسته بپذیر. جناب باقلانی هم عصر شیخ مفید ماست، 403 از دنیا رفته، مناظراتی هم شیخ مفید ما داشته، خیلی حرف عجیبی زده واقعا. یعنی ما دیگه کجا پس باید به یقینیات برگردیم؟ یه روایتی از این واقعه کرده خیلی جالبه، میگه وقتی که شامیان قرآن رو به نیزه بستن بلند کردن، عراقیان هم همین کار رو کردن و از طرف امیرالمؤمنین کسی، دارم من حرف ایشون رو میگم، من این حرف رو قبول ندارم، بله، از طرف امیرالمؤمنین کسی فریاد زد، یعنی حضرت این حرف رو داره انگار میزنه که امسکو ایها الناس رضینا به کتاب الله، اولین کس یا مؤید قرآن به نیزه کردن خود امیرالمؤمنین بود و گفت آره برگردیم به کتاب خدا، دوتا گروه مسلمان چه کاریه که جنگ کنیم. و حضرت این کارو قبل از جنگ کرده بود، حالا که حق روشن شده اونا باید برگردن به حقی که روشن شده، حتی این دو گروه بجنگن، حتی اون گروه بغی کننده که تو روایت عمار معلوم شد گروه و لشکر و سپاه بغی کننده کیا هستن، برگردن به امر خدا. خب باید برمیگشتن دیگه، حق روشن شد باید برمیگشتن. اینجا برای اینکه آب و گل آلود کنن ایشون میگه که بله، امیرالمومنین گفت بله برگردیم به کتاب خدا. و بعد خلاصه دو گروه که نماز چند روز بود با اشاره و ایما و اینا میخوندن، نماز خوف بود، نمازاشون رو خوندن و میگه این حرفا که بگن امیرالمومنین قبول نداشت و گفت این خود اس و نیرنگه نداریم، خب گردن کی بندازیم؟ اول نگاه کنین
تو روایت عمار میگه که اینجا من کتاب صحیح بخاری هم آوردم که به یه موردی اشاره خواهم که الان نمیخوام از روش بخونم. یه طرف گروه ظالمن، یه طرف هم گروهی که عمار داخلشون هست، پس صف جدا شد. آقای باقلانی ببینید چی میگه، میگه وقتی دو گروه با هم آتش بس اعلام کردن، بعث علی عبدالله ابن عباس و معه نفر من اصحاب رسول الله الی معاویه، امیرالمومنین به رهبری عبدالله ابن عباس چند تا از اصحاب فرستاد برای مذاکرات اولیه، و معاویه برادرش عتبه رو مع جماعت من اصحاب رسول الله و من خیار اهل شام، عده‌ای از یاران پیغمبر و افراد نیکو سرشت شام رو فرستاد مذاکره. دو طرف کیان؟ اصحاب پیغمبر. یعنی تحریف به این آشکاری، یک طرف پیغمبر میفرماد وی عمار تقتله الفئه، فئه یعنی گروه، جریان، فئه باقیه، فئه حق. اینجا میگه چی؟ اصحاب پیغمبر با اصحاب پیغمبر. خیلی نرم داره روتوش میکنه، در حالی که یک طرف تمام بدریگین، یک طرف تمام سابقه داران، طرف دیگر کیان؟ طلقان، کسایی که بعد از فتح مکه مجبور شدن اسلام بیارن. کدوم آدم برجسته از اصحاب پیغمبر در بین اینا هست؟ یک نفر. این طرف امیرالمومنین با هیچ کس قابل قیاس نیست. بعد ببینید چی میگه. خب این وسط دنبال اینن که بنزن گردن یه نفر که یه دفاعی کنن از اون جایی که از ظلمی که قابل دفاع نیست، از باطلی که قابل رتوش نیست. میگه که علی ابن ابی طالب دنبال ایجاد حکمیت و قرآن به نیزه کردن بود، معاویه هم بود. این وسط یه عده‌ای اعتراض داشتن که گفتن جنگ رو ادامه بدیم. اینا کیان؟ ففترقت سبائیه عند ذلک، اهل سبائی ها، منظورش پیروان شخصی هستند که مدعی هستند. یه همچین فرقه به این عنوان ما پیدا نمی کنیم تو تاریخ. عده‌ای بودن دنبال یه شخصی که ریشه یهودی داشت و بعد به اسم عبدالله ابن سبا که میخوان بگن شیعیان دنبال روی این فرد هستن. بنده الان نمیخوام اینجا توضیح بدم که ما افراد یهودی واضحی داریم که خیلی از خوراکهای فکری بعضی از جریانهای فکری رو تأمین کردن. یه جایی باید مفصل بحث کرد. یه ادعایی میکنه، میگه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه آماده بود و راضی، نه مجبور. معاویه هم راضی. کی این وسط ناراضی بود؟ یه عده از این یهودیانی که قبلا یهودی بودن، برای خراب کردن اسلام ظاهرا مسلمان شده بودن، اینا بودن داشتن خراب میکردن. خب شما الان به من میگی که ببین کاشانی این سبائی ها کوشن، این چند جلسه از سفین داری حرف میزنی، یه سبائی نگفتی تا الان کجا بودن؟ تا الان کجا بودن؟ این میگه آقای باقلانی، امیدوارم به خاطر این انصافش اونجا عجب بهش بدن. همین الان میگه کان الاشتر و نخعی فی من افترقه، از مسئولین اینا مالک اشتر بود، فرمانده سپاه امیرالمومنین. یعنی فتنه‌گرا کیا بودن؟ بزرگان سپاه امیرالمومنین. پس فئه بغی کننده کو این وسط؟ اونا اصحاب پیغمبر، اینا هم اصحاب پیغمبر. یه عده تو سپاه علی بودن که فتنه‌گر بودن. آیا این پذیرش جزئیات آورده، خبر شهادت عمار آورده، به روایت اون عمار معروف کردیم اشاره نکرده. بنزیم گردن کی؟ بنزیم گردن اشتر. خب امیرالمومنین یه یهودی یا متمال به یهود فرمانده لشکرش کرد، درایت نداشت، یعنی چرا باید امیرالمومنین اونجا تخریب بشه؟ اب نداره، برای اینکه باید یه جوری از معاویه دفاع بشه. بعد امیرالمومنین تشخیص میگه آقا رفتن و دعوا کردن و اینا، گفتن ما زیر بار نمیریم و فتنه شد و رفتن حمله کنن سپاه خیمه معاویه رو. خب انصافش کجا بود؟ نه طعنه زدم دیگه. آره خوب همش عین بی انصافیه. بله میگم که اگر انصاف فکر می‌کرده خودش انصاف داشته، خدا اجرش بده. خلاصه میگه اینا رفتن که معاویه رو بکشن، یه دمودن گفتن تویی به امیرالمومنین، تویی که می‌خوای این کارو بکنی. حضرت گفت نه، خودتون دیدید که اینا خودشون فتنه کردن.
بعد من حالا سوال نوشتم این که گوشه نوشتم آیا امیرالمومنین سلام الله علیه این متمرد را به ادعای شما، این آدمی که نعوذ بالله جناب مالک یهودی بوده به قول شما نستجیر بالله، آیا بعدن فرمانده و والی مصر کرد یا نه؟ شک نیست. متاسفانه مالک تو مسیر ترور شد و شهید شد. خب یعنی امیرالمومنین پیرو ایناست؟ چی کار باید پیغمبر میکرده ما حق و بشناسیم و بپذیریم؟ چی کار باید میکرده؟ بعضی ها فهم میکنن اگر آیهی در قرآن داشتیم که حقانیت امیرالمومنین رو تصریح به اسم کرده بود کار حل میشد. همیشه اینجوری جواب میدم، میگم تو قرآن میومد که چی بشه، که ما شک نکنیم کلام خداست. اگر جمله ای رو پیامبر بگه یقین داشته باشیم پیامبر فرموده، فرق میکنه با قرآن. مثلا میگیم نه 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 پیغمبر هرچی میخواد بگه بگه، ما فقط کتاب خدا. اینجوری ما ابدا بله یه وقتی شک داریم کلام پیامبر فرموده یا نه فرموده، اما یقین داریم پیغمبر جمله فرموده. چی برای ما از جهت اطاعت با قرآن فرق میکنه؟ از جهت اطاعت کردن یک جمله رو قطعا پیغمبر فرموده باشه یا در قرآن اومده باشه. خب ما قرآن از کجا فهمیدیم کتاب خداست؟ پیغمبر فرموده باور کردیم دیگه، درسته؟ بله. حالا این موردی که داریم الان ما شک داریم که حدیث عمار از پیغمبر صادر شده، شما یک نفر پیدا کنید بگه شک دارم، همه مسلمین رو قبول دارن. خب چرا پس قبولش نمی کنید؟ اقلن حالا میخوایم هم یه جوری ببخشید ماسمالی کنیم دیگه، نیام جسارت به امیرالمومنین و یاران برجستش بکنیم. آقای شریعتی من خیلی خوف دارم بحثمون گاهی به سمت تخصصی بره، نزا خیلی از مباحث سرتاشو میزنم، ولی یه وقتی یه جایی انشالله توی یه جایی که فرصت باشه اینو باید باز کرد که برای اینکه بی انصافی به امیرالمومنین رو ببینیم، نگاه کنید در علم رجال خیلی وقتا دوروبریا، نزدیکان، یاران، شیعیان تراز اول امیرالمومنین رو یا تکذیب کردن یا رد کردن. از اون طرف نزدیکان به معاویه و یزید رو معمولا تا تونستن پذیرفتن. از توثیق یعنی معتبر دونستن روایت عمر صد فرمانده کربلا بگیرید تا خدمت شما عرض کنم اون کسی که سعید ابن این کتاب الاحتفال جلد سومشه، تا کسی که سعید ابن جبیر رو که همه مسلمین قبول دارن از اولیاء خدا بود، مورد اعتنا بود، راوی بخاری و مسلم، این از اونجا روایت ازش بود، ما شیعیان هم دوستش داریم، اهل سنت هم دوستش دارن، کسی که با خیانت او رو برده سر بریدن، که بسیاری از بزرگان امت فریاد زدن، حجاج وقتی او رو کشت بعد از اون بیماری گرفت یه حالت روانی بهش دست داد، اون کسی که او رو خیانت کرد تسلیم کرده رو توثیق کردن. نویسنده بعدش میگه چون توثیق کردن آوردم. آخه این آدم ارزش این نداره، نه راوی نه عالم نه محدثه، این یک جرثومه فساد امویه. یاران امیرالمومنین تخریب شدن، هنوزم هست، مالک اشتر فرمانده سباییون، حارس همدانی کذاب. چرا؟ چون محب امیرالمومنین. ابو طفل صحابیه، غیر از ما شیعیان به صحابه ما احترام میذاریم، فرق دیگه میگن تمام صحابه همه راستگوان. در بغداد خطیه بغدادی در کتابش آورده که چرا بخاری از ابو طفل نقل نکرده روایت، میگه چون که شیعه علی بود. صحابی بود یا نبود؟ یعنی شما به صحابی احترام نمیذارید؟ میذارید. تو برای اینکه اون برای درست کنیم برای کامل خراب بکنیم. بله. یعنی بگیم یارا نزد هر کسی نزدیک امیرالمومنین یا کذابه یا دروغگوه یا تخریبش کنن، یا بگن چون محب علیه نمیشه کاریش کرد. به مالک اشتر دیگه، مالک اشتر شک نیست امیرالمومنین فرمانده مصر کرده، مصر یک کشوره. اگر بگیم مالک اشتر رئیس فتنه‌گرانه بعد از این که امیرالمومنین رو فرماندار مصر میکنه، نعوذ بالله در امیرالمومنین هم این نسبت رو بدن، نستجیر بالله. برای چه چی؟ دفاع از چه چیزی؟ کجا رو میخوای درست کنی؟ و شما نگاه کنید تاریخ رو چقدر دستکاری کردن، خیلی سخت پیدا کردن حقیقت حال در این موارد.
خلاص. اگر هم امیرالمؤمنین حکمیت رو پذیرفته بوده، حکمیت قرآن رو پذیرفته بوده. احسن، الان میخونیم متنو، منتها مجبور کردن. چرا؟ چون قرار بود قرآن چه چیز جدیدی بگه. امیرالمؤمنین که جایگاهش رو روشن هفته پیش عرض کرد، مال قرآن، مال حقین، حاکم مشروعی هم هست که شکی در مشروعیت حکومتش، خلیفه مسلمینه. همه اینا رو بذاریم کنار، حدیث عمار حق روشن که، یا اینجوری به شما عرض کنم، بین مردم یه استانی، حالا من نمیدونم کدوم استان رو بگم که به عزیزان اون استان بر نخوره، مثلا میگم عزیزان استان قم فرض کن، یا یه استان دیگه، آذربایجان، مازندران، کردستان، مازندران، یه جایی که نمیخوام جسارت بشه، یک منطقه کوچکی از یه کشور بزرگ اختلاف پیدا کنه، خب بر سر اینکه این حاکم حاکم هست یا نه. فرض کنید یه جایی دیگه اسم هیچ جایی نمیبرم، مثلا بحرینی که از ما جدا شده، فرض کنید جدایی طلبی کنه، اینجا چیکار میکنن؟ اولا که میگن برگرد به مادرت. حالا فرض کنید که میخوان حکمیت ایجاد کنن، برای چه چیزی حکمیت ایجاد میکنن؟ برای تعیین سرنوشت اون استان کوچک، نه کل، چون اون کل مردم زیادی، استانهای زیادی هست، نمیشه اون یه جمع کم، کل میشه اصل. بله، حد اکثر که برای اون جمع کوچک تصمیم گیری بشه. شام بخشی از جهان اسلامه، کنارش مصره، برای خودش کشوری بزرگتر از شام، یمنه، کشوری کوچکتر از شام نیست، عراق، بله، ایران، همه اینا دست امیرالمومنین و خیلی جاهای دیگه. اختلافه که شام با مادر جامعه اسلامی داره، معنی نداره حکمیت قرار بدیم برای که یه نفر از شام، یه نفر از طرف امیرالمومنین بذاره کل تصمیم بگیره. این همونیست که جلسه پیش عرض کردیم، فشاری که آوردن هم اصلش رو هم ابو موسی رو تحمیل کردن، یعنی عقلایی نبود. چرا عقلایی نبود؟ عرض کردیم چون منفعت داشتن. اگر اون یمنی هایی که عرض کردیم منفعتشون اقتضا کرد گفتن شاید چیزی به ما برسه، نبود، همچین چیزی رو نمیپذیرفتن. بذارید مثال بزنم، خدا انشالله هر کسی که در مرزهای کشور جلوی قاچاقو میگیره کمکش کنه، و اون کسایی که اونجا خیانت میکنن سکه به سکه‌ای که میخورن در دنیا آخرت از گلوشون پایین نره. یه نفر اونجا وایستاده، یه تولید کننده داخل داره یه چیزی تولید میکنه، مثلا فرض بفرمایید اون طرف قاچاق آوردن، درسته؟ بله. میگه آقا محموله 100 میلیارد پولشه، 10 میلیارد میدن به یه ناتوی خدای نکرده مثل من که اینو رد کنه. 100 میلیارد کجا، 10 میلیارد کجا؟ من اگر رد کنم اینو از این مرز عبور بکنه، 100 میلیارد به کشور آسیب میزنم، ولی چرا میپذیرم؟ چون 10 میلیارد چون تو جیب شخص منفعت من شخصی داره، یعنی کار عقلایی نیست، خیلی ضرر بزرگه، گاهی بیشتر از این حرفاست، 1000 میلیارد و ایناست، ولی برای شخص من 10 میلیارد زیاد. چرا حکمیت رو پذیرفتن؟ با اینکه عقلایی نبود، هم از نظر نظامی پیروز بودن، هم از نظر گستره جغرافیایی اکثریت مطلق بودن، هم از جهت دینی حق محض بودن. چرا هم خسته شده بودند و هم خسته شده، در واقع خستگی برای مردم بود، اون جریان منفعت طلب از خستگی مردم استفاده کردن، یه رشوه در واقع گرفتن، گفتن یه نفر از ما، یه نفر از ما جهان اسلامو تعیین تکلیف کنه. یعنی یه مذاکرات ننگاوریه این مذاکرات دومة الجندل و ماجرای حکمیه، در حالی که جهان اسلام تکلیفش روشن. بله، بود، باخت محض بود. نکته بعدی، فرض بفرمایید تیم فوتبال 5-1 جلوه، 5-1 جلوه، دقیقه 89 اگر بازی رو متوقف کنن بگن بازی از اول، به نفع کیه؟ تیم بازنده، تیم برنده که 2 دقیقه مونده بازی تموم بشه، که این مبارزه تموم بشه، که توقف نمیده جنگو. پیروز اگر بخواد جنگو متوقف کنه بی جهت از پیروزی میمونه، ولی بازنده چی؟ بازنده فرصت بازسازی داره. بله. دو طرف کشتای فراوانی دادن، اونی که داره پیروز میشه وقتی متوقف میشه سرخورده و سرشکسته میشه، که حالا توضیح میدم، باعث میشه درون سپاه امیرالمومنین از نظر روحی روانی پاشید. اونی که 5-1 باخته دقیقه 89 داور بگه متوقف، مثلا هوای جوریه بازی بعدن،
خوشحال میشن. چرا؟ چون از شکست قطعی نجات پیدا میکنن، میرسیم به از صفر. حتی اگر مثلا مبارزه یا مسابقه از اول شروع بشه دوباره صفر صفره. بله. پس از همه جهت به نفع شام بود، از همه جهت به ضرر امیرالمومنین بود. اوغلایی نیست اصلا. اگر هفته پیش خوندیم خیلی تلخ بود، اون چند هزار نفر نیومده بودن اسم امیرالمومنین هم نگفتن، یا امیرالمومنین یا علی، شمشیر کشیدن گفتن میکشیم تو رو. و اونجا حضرت دید اگر کشته بشه در تاریخ نعوذ بالله ثبت میکنن کسی که به حکم قرآن تن نده، اینجوری تبلیغ میکنن. و بعد حضرت دید جنگ داخلی میشه، مجبور شد بپذیره. بنابراین عقل کجا حکم میکنه در این شرایط کسی حکمیت رو بپذیره؟ اونم ببخشید حکمیت کسی که از اول او رو قبول نداره، در جمل خیانت کرده، اصلا از اول قبول نداشته امیرالمومنین رو. یعنی یک طرف امرو آسه که مقابل حضرته، یک طرف ابو موسی است که مخالف حضرته. آخه بگیم آقای باقلانی با اون انصافت، آخه امیرالمومنین خودش بنزه خود شما عقل داشت نعوذ بالله که عقل کل عالمه میپذیرفت این شرایطو؟ چی داده بودن به شما که همچین چیزی رو بگی؟ و این سوت توقف جنگ در واقع با قرآن به نیزه کردن امراض شروع شد. دقیقا با قرآن به نیزه کردن شروع شد. طبعا اشتر نمیپذیرفت، سلام الله، اشتر نمیپذیرفت. یه عده‌ای شروع کردن به فحش دادن اشعث، ببخشید اشتر جز نگرانانه. الان مثلا دلواپس مذاکرات شده اشتر، نکنه میگه، چون میگفتش که این ابو موسی میره کارو خراب میکنه، من نمیپذیرم. چرا این کارو کردید؟ به مردم میگفت آخه جنگ برده رو باختیم، مگه شما در حقانیت شک داشتید؟ اگه شک داشتید چجوری شمشیر کشیدید؟ چجوری جنگیدید؟ من میشدم وقتی شک داره بره چهار ماه تو جنگید. اینا نگران ولایت اشتر شدن. اشعث اومد گفت مثل اینکه این آقا به امیرالمومنین، اشعث گفتش که ای روزگار عجیب، خب مثل که مالک اشتر یه خورده ولایت مدارش میلنگه. حضرت فرمود ای کاش یکی مثل اشتر بین شما بود. من از اشتر ذره‌ای خوف ندارم، حق میگه، منم مخالف بودم، منو مجبور کردید، من مجبورم برای اینکه جنگ داخل نشه حرف نزنم، ولی اشتر مجبوره موضع حق معلوم بشه. معلومه که مجبورم کردید. بله، حالا که قرارداد بستیم، که حالا متن قراردادو میخونم، حالا که قرارداد بستیم، ما تا وقتی خیانت از طرف مقابل نبینیم قراردادی که بستیمون زیر پا نمیذاریم. ما اینجوری نیستیم عهد بشکن. یعنی مسلمان کسی نیست که ولو ظالمانه مجبورش کردم، راخه شرایط جوریه که مردم مجبور کردن میرم عهدو بپذیرن. حالا که پذیرفتم که قبول نداشتم، دیگه من عهدو نمیشکنم. میدونم ضرر کردیم، باید مردممون میفهمیدن، امیرم میفهمید که این عهدو نمیپذیرفتیم. حالا که پذیرفتیم پاش وا میستیم. ما یک طرفه نقض نمیکنیم مگر اینکه اونا خیانت کنن، یا خلاف قرآن، یا خیانت کنن، یا رشوه بدن. حضرت فرمود یه خطای واضح کنن، بله اون وقت ما هم عهدو میشکنیم. اشتر راست میگه، توبیختون میکنه. گفت آقا نگرانیم، نکنه مثلا. حضرت فرمود من نگران نیستم از او ذره با من مخالفت نخواهد که. خوش به حالش، کاش یکی از شماها مثل او بودید، نگران ولایت ولایت مداری اشتر نشید، برید خودتون درست کنید. آقای اشعث، تو که اصلا ولایت مداری نمیفهمی چیه، حالا نمیخواد علم ولایت مداری دستت بگیری. بازیگری که من وقتی ماجرای این حکمیت رو میخونم، آن شریعتی بنده نزدیک 8-9 سال راجع به حکمیت این مرمه دارم صحبت میکنم، اصلا احساس میکنم وسط جریان حکمیت تو جامعه خودمون قرار گرفتیم. و بازیگرانی که اصلا پشیزی ارزش برای ولایت قائل نیستن، شعار ولایت میدن که اشترها رو تخریب کنن. عجب میکنید. حالا من دنبال مستقصازیش نیستم، ولی درس این تاریخ تکرار میشه. بله، درس این ماجرای اشتر و این تکریم عظیم امیرالمومنین از او، آوردن که وثیقه ها رو امضا کنه. اول افرادی گفته شد و اینا، آخر سر شد امرو آس و ابو موسی. جزئیاتی داره، من عبور میکنم. یه چیزی نوشتن، خواستن بنویسن، گفتن امیرالمومنین
فرمود که اکتب اینجوری بنویس هاذا ما تقاضا علیه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و معاویه ابن ابی سفیان، این توافقنامه بین امیرالمؤمنین علی علیه السلام و معاویه است. امراض گفتش که ما قبول نداریم، بنویس بین علی و معاویه، ما امیرالمؤمنین تو قبول نداریم. امیرالمؤمنین یعنی حاکم مشروع مسلمین، اینجا معناش این. بله. حضرت تا ظهر چند ساعت معطل کرد، قبول نکرد. چرا؟ برای اینکه امیرالمؤمنین که دنبال لقب نیست، حضرت نمیتونه حکومت مشروعی که با این سختی و ریختن خونها و 25 سال صبر و یک قدری، تازه حضرت هنوز اجازه ندادن که امیرالمؤمنین با دست باز تو جامعه عدالت ببرزه با همه محدودیت ها، ولی زیر و رو کرده همه چیزو، حالا بیاد از دست بده، قبول نکرد تا ظهر. و حالا این خلافت یک امانتی رو دوش امیرالمؤمنین. بله، حضرت نمیپذیره. اشعث اومد گفتش که عذر میخوام از امیرالمؤمنین، گفت خدا مثلا غمگینش کنه، این یه بهترین ترجمه‌ای که میشه کرد. بنی وردارید این امیرالمؤمنینو، چقدر حرص میزنید واسه این چیزا. و وقتی حضرت دید مردم همراهی نکردن، سکوت کرد، بعد اینجور فرمود، فرمود الله اکبر، سنتون به سنه و مثلون به مثل. به خدا اون روزی که این اون روز اتفاق افتاد، اون روزی که در حدیبیه اونها گفت قرار شد بین رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ابو سفیان و اینها قرار داد صلح بنویسن برای صلح حدیبیه، اونها گفتن ما رسول الله قبول نداریم. امیرالمؤمنین زیر بار نرفت، فرمود من روی رسول الله خط نمیکشم. و پیغمبر او رو امیرالمؤمنین تکریم کرد، فرمود من کسی نیستم این رو خط بکشم با قلم روی رسول الله شما، من انکار نمیکنم. خود حضرت خط کشیدن روی کلمه رسول الله، یعنی امیرالمؤمنین وظیفه خودم که باید دفاع کنم از شما رو، من کوتاه، شما دستور بدی یا رسول الله به یه مصلحتی ما رو چشممون میذار، ولی من این کارو نمیکنم. من این کارو نمیکنم. پیغمبرم نفرمود باید بکنی، یعنی تجلیل کرد که تو باید تو جای خودت اونجا به عنوان شیعه پیغمبر، مسلمان پیغمبر، باید تا جایی که جا داره دفاع کنی. حضرت هم اون روزم همینطوری شد، خط کشیدن رو رسول الله پیغمبر. امروز گفتش که سبحان الله، ما رو با کفار تشبیه میکنید. حضرت فرمود که یبن النابغه، من نمیتونم ترجمه کنم و من حضور بگم که تو چه جایگاهی داشتی، دختر چه زن، پسر چه زنی بودی، و حتی عرب جاهلی راجب تو و مادر چه میگفت، چه جایگاهی داشتید. متا لم تکن للفاسقین ولی یا ولی المسلمین عدو، تو از کی تا حالا برگشتی و رئیس فاسقان دیگه نیستی، دشمن مسلمین دیگه نیستی که میگی چرا منو مقایسه میکنی؟ تو همواره سرپرست و یار و یاور فاسقان و دشمن مسلمانانی. و هل تشبه الا امک التی دفعت بک، آیا تو شبیه مادرتی یا شبیه مسلمانانی؟ حضرت خلاصه اختلاف شد، ولی خب خط زدن گفتن الان متن حکمیت رو بنویسی. متن حکمیت اینه، هذا ما تقاضا، یعنی این توافقی است که علی ابن ابی طالب صلی الله علیه و معاویه انجام دادن. قاضا علیون، علی توافق کرده سلام الله علیه، که کوفیان و شیعیان او از مؤمنین و مسلمین هرچه این حکمیت نتیجه داد به اون شروط بپذیرن. معاویه و اهل شام هم پذیرفتن که چی؟ انا عهدینه، انا ننزلو اند حکم الله عز و جل و کتابه، ما حکم خدا و کتاب خدا رو بپذیریم، هیچی رو جز به اون ترجیح ندیم. یه عهدی بستن بعد خیانت کرد. ان کتاب الله بیننا من فاتحته الى خاتمته، هر چه قرآن میگه. پس دو نفر قرار نشد از شکمشون، از هر جا دلشون خواست، از سلیقشون نظر بدن، حکمیت قرآن، ببینن قرآن چه میگه، مشورت کنن ببینن قرآن چه میگه، با محققان و مفسران و قاریان بررسی کنن ببینن قرآن چه، حکم خدا در این وارد چیه.
فما وجد الحکمان فی کتاب الله، که اینها ابو موسی و امراسن عملا به عمل کنن بشه، هرچی قرآن میگه. و ما لم یجدا، هر جا در قرآن ندیدن، فسنت العادلت الجامعه غیر المفرقه، اون رفتار پیغمبر که بین همه مورد اتفاق نظر اختلافی نیست، یعنی یکی شک نداره، یکی نمیگه همچین چیزی نبوده، پس کتاب خدا و سنتی که همه قبولش دارن مورد قبوله. خب این که حرف خوبی، یعنی قرآن چی میگه؟ و همه تعهد دادن خیانت نکنن. حالا ولی بعدن چی شد؟ بعدن حالا برسیم به کار حکمیت، بعدن واضحه که خیانت صورت گرفت. اینجا یه اتفاق خیلی مهم دیگری هم افتاد. نمیشد اول نتیجه حکمیت مشخص بشه بعد اینو قرارداد امضا بکنن؟ خب نه، این در واقع برای این مذاکرات حکمیت یه دستورکار لازم بود دیگه. یعنی یه پیش توافقی بود برای اینکه در دومت الجندل 8 ماه اینا وقت داشته باشن در دومت الجندل بین پیشنویس مذاکره. پیشنویس مذاکره است در واقع، که بعد از این شامیان کشته هاشون رو دفع کردن و اینا و برگشتن، امیرالمومنین هم کشته هاشون رو دفع کردن برگشتن به سمت کوفه، که حالا خیلی اتفاقات افتاده اینجا، و در آتش بس به سر میبرن. 8 ماه این دو نفر فرصت دارن، ابو موسی و امراس، که چیکار کنن؟ حکم خدا رو استخراج کنن. گفتن تا رمضان فرصت هست. 8 ماه، خیلی 8 ماه. کی باخت؟ کوفیان باختن. بعد از 8 ماه شام به صورت کامل نیروهای خودش رو بازسازی کرد، ولی در کوفه اختلاف افتاد که حالا عرض میکنم. اینجا یه اتفاق عجیبی افتاد. کی خوشحال بود خیلی؟ عامل حکمیت در واقع کی بود؟ عامل شکست صفین بود، اشعث. وقتی این تمام شد، اشعث یه عبارتی هست خیلی این سنگینه که نقل کردن از امیرالمومنین در وقعت و صفین، در جاهای دیگه است که حضرت اسلام و ایمان بسیاری از اهل صفین رو انکار کرد. حالا ازش عبور میکن. اشعث این متن توافقنامه رو ورداش میبردیم ورور نشون میداد، همزمان نگران ولایت مداری اشترم بودن که توضیح دادیم، بردیم ورور نشون بده. خب مردم ناراحت بودن، یه نفر این وسط بلند شد گفتش که چی؟ این دو نفر رو گذاشتید حاکم به مردم بشن، حکم تعیین کنن، با این تصمیمی که دستش بود که برای هدایت اسبه، یه ضربه به اسب اشعث زد. اون همه توهین به امیرالمومنین شد، یه ضربه به اسب اشعث زد، اشعث ناراحت شد. فقط بل اشعث طرفدارانش از کنده نزدیک بود که درگیر نظامی بشن. یاران امیرالمومنین مثل معقل ابن قیس، بعدن شهید شد، مثل احنف ابن قیس، اومدن دست جمعی از اشعث خان عذرخواهی کردن که حالا دیگه سپاه ازت بیش از این دوچاره، یعنی کاش غیرت قبیله‌ای کندیان به اشعث رو سپاه کوفه غیرت دینی به امیرالمومنین داشت. وایسادن اون همه جسارت و توهین رو دیدن، صداشون در نیامد، اینجا به اسب اشعث برخورد، خلاصه جدا شدن. اصلا وقتی جدا شدن، عبارت رو ببینید، این که عرض کردم اون طرف خوشحال از شکست قطعی، شلوارها رو پوشیدن از وسط جنگ، اون آقایونی که برهنه شدن مقال امیرالمومنین، برگشتن شام تجهیز سپاه و بازسازی نیروها. این طرف جنگ 100% پیروز، و وقتی شما دقیقه 90 رها میکنی پشیمانی داره. این کشته ها رو که میخوایم دفن کنیم، بچه های یتیم اینا میان میگن چی شد؟ برای چی اینا کشته شدن؟ برای چی کشته شدن؟ شما شک داشتید در جنگ، برای چی اینا رو بردید جنگ؟ چی شد که شما وایسادید؟ داشتیم میبردیم، هی خون خونشون رو میخورد، هی خودخوری میکردن. عبارت اینه، مروج الذهب مسعودیه میگه که تضارب القوم بالمغارع و نعال سیوف، هر که اون یکی رو میدید، این موافق بود، اون مخالف بود، این با غلاف شمشیرش به اون میزد، اون لگد به این میزد، تصاب بود
شروع کردن به هم بد و بیرا گفتن و لا ما کل فریق منهم الاخر، یعنی گفت مثلا فلان فلان شد جنگ پیروز و باختیم، ببخشید مثلا خاک بر سرتون، یکی گفت چیه به حکم خدا تن دادیم، شما مثلا ولایت مداریتون الان کج شده چی شده، هی به هم فحش و ناسزا و سرزنش و یقه کشی و گاهی زدن هم دیگه. و علی به سمت کوفه رفت، شام به معاویه به سمت شام، اما اتفاقی افتاده بود چی بود؟ اتفاقی افتاده بود اینی بود که الان میخونم براتون، خیلی دردناک. وقتی حضرت نزدیک کوفه شد، یه نفر از کوفه اومد بیرون، فرمود چه خبر از کوفه؟ چی میگن راجع به این جنگ؟ شما اینو کوچیک نبینی، خانواده‌هایی که تو کوفه موندن منتظر، این همه کشته دو طرف دادن منتظر، این چه نتیجه ای گرفتید؟ میگن آقا فتح خرمشهر بود، ما مثلا 34 کیلومتر رو آزاد کردیم، کیلومتر آخر رها کردیم، شک کردیم، این همه اونجا کشته شدن. حرف میزنن حضرت، هم اونا چی میگن؟ گفتش که اونا میگن ان علی کان له جمع عظیم ففرقه، علی عرضه نداشت نعوذ بالله، جمع زیادش. خب اگه امیرالمومنین همونجا فرض کنید 4 تا گردن زده بود، مثل خود اونا رفتار کرده بود، بله. خب حضرت تمام، من نمیخوام اصلاح کنم ولی نفس خودم فاسد بشه، من گناه نمیکنم، شما حق روشن فهمیدید با ماجرای عمار و موارد دیگه، حق روشن روشن بود، میخواستید بپذیرید. شما اگر مکابره کنید، عناد بورزید، که من نمیام دیگه، خودتون یه وقت نمیدونید، میام توضیح میدم بدونید، حالا که میدونستید خودتون تاوان بدید. یعنی در یک کلام به تعبیر ما لیاقتشو نداشتید. بله، زورکی که کسی رو به سمت بهش نمیبرن که هی بهش بگن بفهمه، حق روشن بفهمه، بخواد نپذیره. من حجتو تمام کردم. گفتن کان له حسن حسین فهدمه، دژ مستحکمشو پاره پاره کرد و شکست، لشکر پاشید ازم، و اون طرف که داشت شکست میخورد چی شد؟ توان علی کمه، یعنی خودشون فهمیدن که کار خطایی کردن، چون برمیگشتن از اون هیجان، بگفتن حالا مثلا آیا بین ابو موسی و امرآس مثلا ما در میایم، نمیشه اسم کسی از ما میاد نمیاد، اختلاف شد، تفرقه، تشتت. این 8 ماه هر چه طولش بیشتر میشد، تفرقه داخل کوفه بیشتر دیگه. بعد از این آقا کوفه لشکر 100,000 تایی به خودش ندید دیگه، یک پارچه نشد دیگه، روحیه مردم کوفه بر نگه هم بدتر شد. حالا عرض میکنه اینجا یه اتفاق از زاویه دیگه ای افتاد، اونم این بود، یه همسری داشت پیامبر که دختر خلیفه دوم بود، ما از اون فقط یه جا اسم بردیم، اونجایی که در ماجرای جمل خوشحال بودن از اینکه ممکن امیرالمومنین شهید کشته بشه، و یه نقل هم هست که در شهادت امیرالمومنین ابراز شادی کرد. اینشون علاقمند بوده به کارهای سیاسی، یه جا هم یه حرف بسیار زیبایی زده. اتفاق دو تا متنشو میخوام بخونم که به بحث اینجا مربوط، یکی این که دیگه این نکته قرآنی من هم اینجا باشه، نکته قرآنی که بخواستم روز عرض کنم، آیه یکی مونده به آخر این صفحه 27 که مصلاوت میشه، خداوند میفرماد که بر شما واجبه دارید از دنیا میرید وصیت کنید. بله، بخواستم راجع به اون صحبت کنم، الان احساس میکنم ممکنه من حق اونجا رو بخورم، اشاره میکنم که این نکته قرآنیم هم باشه. بله، خیلی بخونم. حرف زیبایی جناب حفصه زده، دقت کنین، همین حرفیست که ما شیعانم میزن. میگه وقتی خلیفه دوم آسیب خورد از اون ترور و در بستر بیماری بود و هنوز بعد از خودش جانشین تعیین نکرده بود، خب عزیزان ما میگن که غیر شیعیان میگن که پیغمبر جانشین تعیین نکرده، پس کار خوبی کرده خلیفه طبعا. دختر او جناب حفصه که همسر پیغمبری، حرفی زد که ما شیعانم همینو میگی، برادر خودش عبدالله رو صدا کرد، گفت بیا اعلم تا، این که دارم میخونم صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1455، گفت اعلم تا ان اباک غیر مستخلفن، میدونی بابات قرار نیست، بابامون قرار نیست کسی رو تعیین کنه؟ گفتم که بله ظاهرا اینطوریه. گفت باید این کارو بکنه، باید خلیفه تعیین کنه. میگه
گفتم برای چی داشتیم صحبت میکردیم چرا این حرفو بزنیم؟ گفتش که ببین لو کان لک راعی ابل، اگر تو یه چوپانی داشته باشی، یه چند تا شتر و اینا رو از قامت دور از محضر شما تو بیابون داره اداره میکنه، او راعی غنم یا چند تا گوسفند، ثم جاء اک و تلکها، اینا رو رها کنه پش بیاد تو شهر، شما چی میگی؟ رأیت ان قد ضیع، میگی آقا ضایع کردی، در امانت خیانت کردی، رها کردی. فرعایت الناس اشد، آقا جامعه اسلامی رها نکن. اینا رو جناب حفصه به برادرشون میگه، برو به بابامون بگو جامعه اسلامی رو رها نکن، بی خلیفه نگذار. ما همینو میگیم دیگه، دقیقاً ما همینو میگیم. میشه پیغمبر، این حرف اوغلایی خیلی حرف خوبی زده، میشه پیغمبر رها کرد باشه جامعه اسلامی رو؟ این همه اختلافات بعدی، این همه خونی که ریخته شد، مگه میشه همچین چیزی؟ ایشون اینو فقط گفتم به عنوان مقدمه که بدونید شخصیتی است که به سیاست علاقمنده. ایشون در صحیح بخاری نقلی ازش هست بسیار مهمه، ولی اینجا ابو موسی اشعری رو کوفیان انتخاب کردن، از اون طرف هم امراس رو انتخاب کردن، هفتش ما وقت برن بررسی کنن. موضع امراس که معلومه، امراس نفس و معاویه همونه، میخواد منویات او رو بیاره پیاده کن. این طرف ابو موسی فکراشو کرد، خب یه دومادی دارم اسمش عبدالله ابن عمره، اینو بیاریم حاکم کنیم. این کسانی که میگن ابو موسی عزلت نشین بود و عقب نشست، دنبال فرصت بود ایشون، رفت توی اون منطقه دومت الجندل و این حرفا، پیغام داد به عبدالله ابن عمر که بیا اینجا، خلاصه مقدمات حکومت رو برای شما فراهم کنیم، معاویه و امیرالمومنین بزنیم کنار، شما تشریف بیارید. عبدالله ابن عمر هم یه آدمی بود که اهل شجاعت نبود، من جسارت نمی کنم بگم ترسو بود، همون که تو تاریخ سید الشهدا هم راجع بهش صحبت کردیم، عقب مینشست، هرچی پیغام میداد نمی اومد. جناب حفص باز اومد وسط. متنو میخونم ببینید. تاریخو ببینید چه شده. میگه که روایتی که در بخاریه، روایت 4108 این کتاب صحیح بخاری، میگه دخلت علی حفصه، دیدم بر خواهرم که وارد شدم، خواهرانی و خانم هایی هم هستن، گفتم که قد کان من امر الناس ما ترین، میبینید که اوضاع چجوریه. فلم یجعل لی من الامر شی، منم نمیدونم چه خدمتی میتونم به جامعه اسلامی بکنم. قالت، اینجا توضیح نداده جناب بخاری که مسئله چیه، بنده دارم توضیح میدم که این راجع به چی دارن حرف میزنن. فقالت الحق، برو ملحق شو، فانهم ینتظرونک، منتظرتن، و اخشا ان یکون فی احتباسه که انهم فرقه، میترسم تو نری تفرقه جامعه اسلامی رو بگیره، باز دوباره اختلاف پیش بیا. فلم تدعه حتی ذهب، انقدر این خانم اصرار کرد تا ایشون رفت. فلم ما تفرق الناس خطب معاویه، اونجا معاویه هم حاضر شده بود سخنرانی کرد، گفت من کان یرید ان یتکلم فی هذا الامر فلیطلع لنا قرنه. خب جناب عبدالله ابن عمر که اصلا توی جنگی شرکت نکردی، یهو در مذاکرات شما پیدا شد که چی؟ بوی خلافت میاد، بوی حکومت میاد. معاویه که با امیرالمومنین میجنگه که شما رو رها نمیکنه. گفت من کان یرید و هاذ الامر، من خواهش میکنم همه عزیزان مسلمانی روایتو بخونم ببینن معاویه فقط به امیرالمومنین جسارت نکرده. گفت کسی که این حکومتو میخواد شاخشو نشون بده ببینم، فلیوت لعلنا قرنه، جرأت داره رو پاش وایسه بگه من در مقابل من، در مقابل من. حالا این عبارتو ببینید، فلنحن احق بهی و من ابی، هم من از خودش شایسته ترم هم از باباش،
یعنی خلیفه دوم، یعنی پا برسه جایی موقع تنازع صورت بگیره، کما اینکه تو ماجرای ولایت عهدیه با یزید نسبت به جناب عایشه و عبدالرحمن ابن ابیبکر همین کارو کرد. مسئله معاویه اینه بود با امیرالمومنین درگیر. آقا خودش وقتی اومد کوفه گفتش که فکر کردید برای چی من با شما جنگیدم بعد از آتش بسی که با امام حسن داشت؟ لتصومو، برای اینکه روزه بگیرید، برای اینکه حج برید، برای اینکه نماز بخونید. نمازو که میخوندید، حجو که میرفتید، روزه رو که میگرفتید. ولکن اريد ان اتامر عليكم، میخواستم من حاکم بشم. لذا وقتی رفت مدینه، دختر خلیفه سوم که کشته شده بود و اینا میگفتن پیر سر پیراهن او دعوا میشد، شروع کرد گری کردن، گفت ساکتش کنید، تموم شد. اونو پیراهن و خون و اینا رو میخواستیم برای اینکه بتونیم، در حال دیگه حکومت دست ماست دیگه، ساکت باشین، تحریک نکنید مردم رو. در واقع این اتفاق که افتاد، عبدالله فهمید که نه خیر، با معاویه نمیشه در افتاد، برگشت. و ابو موسی هم فهمید که باید یه فکر دیگری بکنه. نقش اولش بود. بله، گزینه داماد جواب نداد تا انشالله ببینیم چه میشه. بس خیلی خوب، نکته قرآنی رو که شنیدیم. امروز دوستان مصحف 27 رو تلاوت خواهند کرد که حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود. یک دو دقیقه فرصت داریم تا پایان، اگر جمع‌بندی لازم از بحث امروز بفرمایید میشنم. خداوند در این آیه که انشالله عزیزانمون میخوان بخونم که بنده یه جمله عرض کنم، کتب علیکم بر شما واجب است وقتی چه پیش از موقع مرگ. عزیزانمون فکر نکنن اگر وصیت کنن عمرشون تموم میشه، بلکه انشالله عمرشون دراز میشه، طولانی میشه. شما باید وصیت کنید. وصیت هم این نیست که اول بگید اموالم چیه. وصیت یکی اینه که عقایدتون رو بیان کنید، بازماندگانتون که شما رو دوست دارن رو تشویق به خیر کنید. اینی که مرحوم امام رحمت الله علیه اول وصیت نامه‌شون مردم رو برمیگردونن، میگن من اون وصیتی رو میگم که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین. یعنی اول برگردید به دارایی اصلیتون، به دینتون، عقایدتون، و بعد از این نگاه کنید این اموال که قراره برسه، اگه چیزی دارید به وارث ها میرسه، ولی خداوند در این آیه میفرماد برای پدر مادر یه حق جدا هم در نظر بگیرید. ممکنه در نزدیکانتون کسی باشه که گرفتاره ولی وارث شما نیست، شما یک سوم توان دارید که خلاصه تو این را خرج کنید. خداوند برای 10-20-40-50 میلیون شخص من دارم از دنیا میرم آیه میفرسته که این رو بدونه، چه اموال چه دارایی‌های معنوی، اینو بی حساب رها نکن. نمیشه امت را پیغمبر ختمی مرتبت که از هیچ کس از او مهربان‌تر نیست فرزندان خودش رو رها کرد. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم از توجهتون. صفحه 27 قرآن کریم رو به اتفاق بشنویم تا فردا و تا سلام دوباره. سپاسگزارم ازتون. حاجی باشه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم اللهم صل على محمد وآل محمد.